سلام حضرت دوست که هرچی داریم و نداریم از اوست. عزیزان همیشه همراه، سلام عرض میکنم خدمت همه شما و آرزوی بهترین ها را دارم به همه شما عزیزان بیننده. شما بیننده برنامه روشنا هستین که هر روز به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. بیایم سلام کنیم به عطر خوش زندگی، سلام کنیم به محبت، سلام کنیم به عشق و مهربانی. چقدر زیبا هست عشق، مهربانی، صفا، صمیمیت. آرزو میکنم که لحظه لحظه زندگیتان سر تا سر باشه از همین محبت، همین مهربانی ها و صفا و صمیمیت. با برنامه روشنا قصد داریم که روشنایی بندازیم به فضای پر از صفا و صمیمیت خانواده های عزیزی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستن. امید دارم که جور صحتمند باشین و این روشنایی جنسش از امید و توکل به خدای بزرگ باشه. عزیزان همیشه همراه، باز هم همراهی کنین ما را امروز با موضوع مدیریت خشم. ما همیشه گفتیم که چقدر خوب است که ما مدیریت داشته باشیم. بله، مدیریت چی را حتما که نباید ما مدیریت داشته باشیم و مدیر یک شرکت، یک فابریکه یا یک جای باشیم. ما باید مدیریت داشته باشیم رفتارهای خود ما را هم. رفتارها، گفتارها، عملکردهای خود ما را باید مدیریت کنیم. مدیر شخصی خود ما هم باشیم. یکی از اون مدیریت‌هایی را که باید همیشه پیش ببریم و در نظر بگیریم همین خشم هست. کنترل خشم نیاز به یک مدیریت صحیح دارد. و چون اهمیت دارم ما موضوع مختلفی و صحبت‌های زیادی نسبت به موضوع با شما داشتیم و رسیدیم به مدیریت خشم در نوجوانان. شما عزیزی که نوجوان در خانه دارین، والدین عزیز امروز حتما گوش کنین. نوجوانی یک دوره بسیار بحرانی و حساس هست و اگر نوجوانی در خانه دارین حتما امروز بیننده برنامه باشین. و در نظرم این نیست که شما که نوجوان نداره نبینین. به هر حال باید همگی با هم بیننده باشین. شما پدرها، مادرها شاید که در جامعه نوجوانانی باشه و در خانواده ها و فامیل ها نوجوانانی باشه که شما هم بتونین با اونها رفتار مناسبی داشته باشین. و امروز خانم حسنزاده عزیز هم کارشناس ما هستن. سلام خانم حسنزاده و خوش آمدید میگم به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین تمام بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم که در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن و روزی از سراسر از موفقیت و تمام خوبی و شادی ها رو برای اینا آرزومندم. الهی آمین. بسیار خوب و عالی. از شروع برنامه بهترین ها را برای عزیزان بیننده ما خواستار هستیم و میخواهیم و انشالله که همین قسم باشه، لحظه لحظه زندگیشان سر تا سر از خوبی ها باشه، بهترین ها باشه انشالله. و ما مدیریت خشم در نوجوانان، به هر حال اگر که نوجوانانی باشند در محیط خانه و زندگی که خشم داشته باشن و چه قسم باید این خشم اونها کنترل شه و چه قسم باید مدیریت شه، این سوال بسیاری از والدین عزیز هست که در دوره بحرانی نوجوانی باید این آموزش ها را والدین یاد بگیرن و بفهمن. بله، همونجور که شما فرمودین ما با مدیریت خشم در خدمت بینندگان عزیز بودیم و در جلسات قبل در مورد عواملی که باعث پرخاشگری در افراد میشد ما اونا رو بیان کردیم. درست. و راهکارهایی و تکنیک هایی که برای کنترل خشم مفید بود اونها رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم و در جلسات اخیر هم در مورد پرخاشگری کودکان صحبت کردیم. درست. گفتیم دلایلی داره و راهکارهای هم خدمت بینندگان عزیز بیان شد. و اما همونطور که شما فرمودید امروز در مورد مدیریت خشم یا راهکارهای کنترل خشم در نوجوانان میخوایم همراه بینندگان عزیز صحبت کنیم. همه میدانیم که دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است. حتی میتونیم بگیم دوره بحرانیه. بله. یعنی یک نوجوان وقتی که در سن بلوغ میرسه مطمئنا تحت شرایط که با حتی جسمی و شناختی تغییراتی در بدن از او
ایجاد میشه بله و همه باعث میشه که یک نوجوان حالت ها از او و حتی صحبت ها از او و حتی کارها از او، رفتارهایی که انجام میده با یک دوره کودکی از او یک جهان فرق داشته باشه و بسیار متفاوت باشه. مثلا از به همو شرایط خوب است که والدین عزیز هم ای را توجه حتما داشته باشن، همونطور که این دوران بحرانی رو داره یک نوجوان سپری میکنه، همراه و همگام از این نوجوان باشن. جوری نباشه بگن که این دوره هم رد به هر جوره باشه تیر میشه دیگه، بالاخره یک مشکلاتی داره و خود نوجوان رو تنها بذاره. این باعث میشه که حتی نوجوان کم حوصله تر بشه و پرخاشگرتر بشه نسبت به او دوره که پدر و مادر از او همراه از او ارتباط هستن و هم راهی میکنن او رو، پس هم تنها نگذارن هم تشدید نکنن. احسن این نکته با اکسال عمل هایی که میتن گاهی وقتا خیلی تشدید میکنن اوضاع بحرانی نوجوانان. حتی باعث میشه که ما میتونیم بگیم دوره نوجوانی وقتی پرخاشگری در یک نوجوان اتفاق میفته مثل یک آتش فشانی میتونه ما او رو در نظر بگیریم. یه هیجانات از او یک بار فروکش میکنه، یک بار باعث میشه فوران کنه، ولی بعضی از پدر مادر همون چی که شما فرمودی باعث میشه که ایره همش به سمت فوران سوق بدن و بیشتر پرخاشگر کنن این نوجوان رو. ما میتونیم شاید قبلا همین نکات رو بیان کرده باشیم، ولی در بحث نوجوان ما یک دلایلی رو که باعث میشه که یک نوجوان پرخاشگر بشه، چه اتفاقاتی برای یک نوجوان خواست نوجوان اتفاق بیافته و این پرخاشگر بشه. یعنی خانم حسن‌زاده اینه که نوجوانی وقتی میگیم دوران بحران یعنی که باید پرخاشگری کنه حتما؟ احسن، نکته خوبی رو بیان کردی. حتما نباید پرخاشگری کنه، بسیار نکته خوبیه. بلکه باید اگه یک جای پرخاشگر میکنه با این ملایمت کنه. چون ما الان دلایلش رو بیان میکنیم، میگیم چرا یک نوجوان کلن عادتها از او به سمت پرخاشگری میره. میتونیم بگیم همه تغییراتی که در بدن ازی، در جسم ازی، در شناخت ازی، در روان ازی اتفاق میفته، همه آغاز بلوغ ازی هسته. این تغییرات باعث میشه که یک کنش واکنشای در جسم ازی روی بده و اخلاق ازی به حال نمیگیم پرخاشگری و خوب. خدای نکرده مثلا بعضی فکر میکنه ما پرخاشگری میگیم رفتار بسیار پرخاشگری، رفتار ازی دگرگون شه. ولی همین رفتار از که متفاوت میشه اگر والدین یا اطرافیان از او ایر درک نکنن، خدای نکرده به پرخاشگری منجر میشه. دیگه میدونیم که یک کودک دوران بیشتر دوره که سپری میکنه بیشتر واقعی نیست، از تخیلات خواهم استفاده میکنه، ولی یک نوجوان به مرحله ورود به دنیای واقعی میشه. حتی اگر دقت کرده باشیم یک نوجوان میخواد کارهای بزرگتر را انجام بده. بله بله. خب این علت این است که وقتی ورود به این مرحله میکنه میخواد استقلال داشته باشه، میخواد جوری رفتار کنه که بقیه به اعتماد کنن. خب اینها همه زمینه رو باید فراهم کنن بقیه، مثلا والدین یا اطرافیان از او. ولی زمانی که هنوز این دوره نوجوانی رو پدر و مادر مثل یک کودک ای رو میبینن، مثلا میگن یک کودکی هسته، یعنی میگن بچه هست. خب اگه به او دید بینه باعث میشه که نوجوان او احساس غرور از بین بره، عزت نفس از او از بین بره، به او استقلالی که مایه برسه نمیرسه، بلکه دوچار مشکلاتی میشه. و دقیقا خود نوجوان هم در سر یک دوراهی هست، میگه که من نمیفهم آل کودک هستم یا جوان یا نوجوان هستم. یعنی یک همین حالت بحرانی و یک حالت متزلزله که هست، بخاطر همین است که خودشم یعنی نمیفهمه که الان در چه مرحله ای از زندگی است. یک موقع هدفهای چنان بزرگ داره، وقتی به سمتی او میره و به او هدفهای خونه میرسه ناکام و ناتوان میشه، وقتی که برمیگرده همه احساس کودکی بود است میده بسیار. ولی یک وقت بعد او غرور جوانی نوجوانی ای رو نمیذاره که آرام بشینه، باز او هیجان ای میگه که یک هدفهای بزرگتری باید داشته باشی و ای به قول شما همین دو قطبی بودن از او باز هم در روح روان از این نوجوان بسیار تاثیر داره. باید وقتا رفتارهای پدر و مادرم باعث میشه که او همین دو قطبی بودن از او را تشدید کنه. زنان گاهی وقتا یک کار انجام میتن میگن که تو هنوز خورد است.
نه زن خواهی فکر میکنه که خب پس من هنوز کودک هستم، با ده احسن. یک مرحله دیگه که میرسه و یک کار خرابی که انجام میده میگه که تو دیگه کلان شدی، چرا بازی کار میکنی؟ احسن. این میگه خب من کلان شدیم، بازو میگه خورد هستم. یعنی رفتارهای پدر و مادر به این حالت او بیشتر دامن میزنه، بیشتر تشدید میکنه که خب من کی هستم؟ بله، یک دلایلی در خود کودک هست، آه. یکی در دلایلی در رفتارهای بله. پدر مادر هست. یک مورد دیگه که ما میتونیم این پرخاشگری کودکان رو واقعا تشدید میکنه و زیاد میکنه، رابطه عاطفی که باید بین والدین باشه و بین این نوجوان باشه نیست. بعضی از والدین احساس میکنن من میخوام همراه فرزندم ارتباط داشته باشم، باید اون نصیحت کنم. درست. خیلی شاید شنیده باشه، بله. ولی ما یک چیز رو میخوایم بیان کنیم، نوجوان دیگه او دوره کودکی رو سپری کرده، بیشتر به خصوص نوجوانانی که مثلا از این قرن میبینیم، با نوجوانان مثلا پیشات پدر مادر که ساعتها پدر مادر رو من نصیحت میکردم، من گوش میکردم، ولی الان من میخوام 5 دقیقه بچه خو نصیحت کنم، گوش ولی از گوش به دکار نمیکنه. نیه و گوش نمیکنه اصلا. خب این علتی و این است که نوجوان امروز با نوجوان سابق ما رو باید به پدر مادرای عزیز حتما بیان آه. کنه، کاملا متفاوت هستن نوجوانان امروزی. بله، نوجوانی که امروز داره زندگی میکنه بیشتر در بحث عصر اینترنت هست، عصر فناوری هست، خب بیشتر اطلاعات رو میخواد زیر 1 دقیقه بگیره، زیر 2 دقیقه دریافت کنه. این دیگه نصیحت های نیم ساعته و 1 ساعته دیگه اصلا گوش نمیکنه. برای همون است که نصیحت ها هیچ وقت گوش نمیکنن. چی نصیحت کردن باشه، چی سرزنش کردن، سرزنش نکردن را هم همونطور قبول نمیکنه. بله، میان برنامه آماده نشر است تقدیم میکنیم خدمت شما عزیزانی که همیشه همراه برنامه روشن آبدین. تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان همیشه همراه با بیننده با برنامه روشنا همراه هستین و موضوع ما هم مدیریت خشم در نوجوانان هست. چنانچه سوالاتی در ذهنتان هست میتونین همکنون با ما در ارتباط باشین، از ما میتونین پرسان کنین و اگر سوال و انتقاد و پیشنهاد هم دارین ما هم در خدمت هستیم و پاسخگوی نظرات شما عزیزان خواهیم بود. مثبت 964 780 255 13 نمبر واتساپی ما و شما عزیزان. و ما در ادامه صحبت میخواییم بپردازیم و راهکارهای مدیریت خشم در نوجوانان بررسی کنیم. یک سری از خصوصیات نوجوانان را خانم حسنزاده عزیز برای ما بیان کردند و گفتن که دوره نوجوانی دوره بحرانی هست و یک دوران است که نصیحت پذیر نیستن معمولا در دوره نوجوانی و استقلال طلبی دارن. میخواییم بیان ببینیم که خب این استقلال طلبی در نوجوانان با غرور میتونه متفاوت باشه یا ای که نه، استقلال طلبی یک نوع رفتاری از نوجوانان هست که به هر حال دوره نوجوانی هست و خصوصیات یک سری از رفتارها در وجود اونها هست. بله، سوالی که پرسیدیم بسیار به جا هست. بس استقلال طلبی ای که نوجوان به او توجه بشه، بعضی از کارها رو به او واگذار بشه، میتونه بگیم پدر مادر به او مسئولیت بدن فلان کار رو انجام بده و این کار رو بهش اعتماد کنن که بله. انجام بده، نه که همراه از او باشن. مثلا فلان سودا رو اگه پسر هست فلان سودا رو فرستادن نوجوان انجام بده، خب
وقتی که رو انجام میخواد بده همراهی نکنه، نه من همراه تو میرم، شاید نتونی مثلا متوجه نشی یا خرید درست حسابی ندیشته بشی. به این کلمات باعث میشه که یک نوجوان عزت نفس از او بیای پایین، درسته. او احساس استقلال طلبی از او پایین بیایه، حتی خیال کنه من تحت کنترل هستم. بعضی از مادر پدرها همینجوری هستن، البته ما به پدر مادرام در این زمینه حق میدیم چون تجربه نداره، ولی ما استقلال طلبی این رو میخوایم بیان کنیم که یک نوجوان وقتی که پس میخواد مستقل باشه، منظور این است که میخواد مسئولیت داشته باشه، میخواد انجام کاری رو خودش به شخصه انجام بده، درست. و ایران بهش اعتماد کنیم که این کار رو انجام میده و به خوبی انجام میده. حالا چون تجربه نداره از در یک کار ناکام شد، بله. همراه از او مشورت میکنیم، صحبت میکنیم، بله. و توضیحات میدیم. و ما حتی بحث مثلا میخوایم به یک کودک یک توضیح بدیم، مثلا به امر و نهی بیشتر میگیم، او میفهمه، ولی به کودک، به یک نوجوان ما نمیتونیم همراه یک کودک با او صحبت کنیم، بله. بلکه حتی سرزنش هایی که میخوایم بکنیم باید به او بحث اعتماد به نفس از او صدمه نبینه. یعنی و باید درک کنیم نوجوان ما را که در یک شرایط سنی قرار داره که دوست داره که استقلال داشته باشه، احسن. دوست داره مستقل باشه، علاوه رأی، علاوه نظر، علاوه انتخاب، علاوه به دست آوردن و تصمیمات و بسیار بسیار مسائل دیگه، دوست داره که مستقل باشه. یعنی میخواد که خودش نشان بده که من وارد یک سن شدیم که از کودکی گذشته، میخواد این رو اثبات کنه، احسن. به والدین. و اینجا هم والدین باید چیکار کنن؟ شخصیت او رو تکریم کنن، مورد احترام قرار بدن. حالا نه که مثلا بخوایم ما بگیم که پدر و مادر او احترام اینا چی شد، منظور این است که به او ارزش قائل بشن. کاری که انجام داده، چه مثلا یک نوجوانی یک کار بسیار خوبی انجام داده، بله. خب چه اشکال داره؟ در جمع او رو تشویق کنن، این باعث میشه حس عضو بیشتر بشه، تقویت بشه. یعنی والدین فکر نکنن که به خاطر غرورش است. احسن. این گپ همی تفاوت بین استقلال طلبی و غرور میشه. غرور بس... تو والدین فکر میکنه آقا چی مغرور شده دیگه، حالا یکم قد کشیده خلاص دیگه، حالا دیگه روبروی ما استاد میشه. یعنی این گپ فکر نکنن، این ملایمت در اینجا میگیم به خرج بل. بدن، بلکه از بس استقلال طلبی از او توجه کنن. بعضش اینه که بس همین استاق طلبی که ما میگیم توجه کنن، باعث میشه که خود باعث میشه ارتباط بیان والدین و فرزند خود به خود قوی بشه. برچسبای نادرست به این نزنن، اگه یک کاری نتونید انجام دن، مثلا بعضی اختار دیدن این بچه ما تنبل است، بسیار حرفی است، این خیلی برای یک نوجوان رو پرخاشگر میکنه. یعنی اگه خود مثلا دورو برخور جمع نمیکنه، این دختر بسیار دختر کثیفیه. این حرفا باعث میشه شخصیت او رو کلا بگیم از بین ببرن، و او عزت نفس از او، اعتماد به نفس از او رو از بین ببرن. یا حتی بعض وقتا والدین باعث میشه تهدیدهای رو نسبت به یک نوجوان بکنن. در بحث کودک اگه تهدیدهایی بشه، زیاد موردی ما میگیم نداره، بعضی جا حتی لازم هست، ولی در بحث نوجوان به خاطر او هیجانت او تهدیدها رو ما میگیم دیگه اصلا نباید انجام بدن پدر مادر، چون باعث میشه استقلال از او زیر سوال ببرن. یک مثلا اگه فلان کار رو مثلا انجام ندی دیگه به خانه نیو. خب او اراده و تصمیم این نوجوان چی شد؟ درسته. پس باید به اراده و تصمیم و او هم ارزش قائل بشیم. خب این تهدیدهای ندرست هم باعث میشه یک نوجوان رو خود به خود پرخاشگر کنه، در صورتی که شاید اصلا قصدی پدر و مادر نداشته باشن. یا بعضی وقتا پدر و مادرها، اینها همه بحثایی که داریم مطرح میکنه، خانزوری از مواردی هست که ارتباط بین والدین و فرزند رو کامل تخریب میکنه. درسته. و نکاتی هست که واقعا باید انسان توجه بله. کنه و منجر به پرخاشگری میشه. احسن. قضاوت نادرست. بعضی از والدین هستن اگه مثلا یه کاری رو فرزندش انجام نده، میگن تو میخوای مرا اذیت کنی. مثلا یک نوجوانی هسته، بهش میگه درس تو بخوان، میگه من الان درس نمیخونم. او از روی دل خو همچین چیزی میگه و قصد اذیت کردن والدین رو هم ندارن. میگن اینجی پدر و مادر میان قضاوت میکنن، میگن تو درس نمیخونی، میخوای مرا اذیت کنی. همچین چیزی باعث میشه یک نوجوان پرخاشگر بشه، در صورتی که میگه من اصلا چنین قصدی نداشتم، من از دل خود نمیخواستم
درس بخونه. پس این نکاتی هست که حتما باید پدر و مادر به او توجه کنن و یا مسخره کردن و مقایسه کردن. اینها از نکاتی هست که اصلا در بحث یک نوجوان جاه نداره، در درون یک نوجوان جاه نداره. به محضی که همچین موارد رو برخود کنه، حتی گفتیم دیگه بحث کودکی مثلا نمیتونه بیشتر از بحثای فیزیکی استفاده کنه، ولی یک نوجوان چون بحث تکلم از او کامل شده درستن. حتی خدای نکرده به مشاجره لفظی هم بین والدین و فرزند میانجامه و احترام ها باعث میشه از بین بره. خب بعد از استقلال طلبی و غروری که بیان کردیم، دیگه چه خصوصیاتی دارن نوجوانای ما که باید رعایت کنیم، بشناسیم؟ که شما خودتان هم بیان کردین خانم حسن، گفتین که وقتی که ما نشناسیم نوجوان خود ما را و خصوصیات و ویژگی های از او را نشناسیم، نمیتونیم با او رفتار مناسب داشته باشیم، درست؟ اصلا. پس بشناسیم که بتونیم رفتار مناسب داشته باشیم، که بتونیم خشمشان را، یعنی به خشم وا نداشته بود نتیم اونا را، یعنی کار نکنیم که اینا خشمگین شوند. اصلا. زبان راحت اینا بابایست که تا حالا مطرح کردیم بیشتر همون ارتباط مؤثری که بین والدین و فرزند داشته باشه واقعا یک راهکار خوبی از میتونه باشه برای اینکه خشم یک نوجوان کنترل بشه. مورد دیگه که ما میتونیم بحث کنیم این است که واقعا همه توجه مثبت داشته باشیم به نوجوانان. بله. این توجه مثبت بعضیا فکر میکنن میگن که این بچه ما از مثلا به در سن نوجوانی هست، گفتیم هیجاناتی داره، خرابکاری هایی میکنه، حرفایی که نباید بزنه میزنه. خب این تا شب، از صبح تا شب که بلند میشه، غیر از بدی ما از این خوبی نمیبینیم که ازش تعریف کنیم. ما حتی در بحث روانشناسی، در بحث توجه مثبت میگن چنان در پرخاشگری کودکان مثلا تاثیر داره این توجه مثبت، ولی نوجوانان باعث میشه که 10 برابر از اون تاثیر داشته باشه. حتی مگه میشه ما به والدین عزیز میگیم اینو، مگه امکان داره که یک کودک، ببخشید یک نوجوان، مگه امکان داره خوبی نداشته باشه؟ اگه 10 تا بدی داشته باشه اون خوبی را هم وجود داره. بله، باعث بشه که اون نقطه که بدی از او رو ما نادیده بگیریم. یعنی اگه بدی کرده مثلا حرفی زده اینا نادیده گرفته بشه، این خود باعث میشه که به نکات منفی انسان توجه کنه. یعنی به طور کلی میتونیم بگیم که پدر و مادر عینک خودخور، یا حتی یک مربی در مدرسه عینک خودخور عوض کنه، عینک بدبینی، احسن عینک مثبت بینی رو بذاره. یعنی خوبی ها رو حتی در حد ذره بین هست اونها رو بگیرن و اونها رو در به خودمون بگن تشکر کنن، آفرین این خوبی ها رو داری. اینا راهکار هست دیگه به هر حال که شما بیان میکنین دیگه. این همین باعث هست که باید بفهمن والدین. اصلا حتی باعث میشه حس مثبت به نوجوان ما رو بگیم، القا کنیم. همونطور که ما نسبت به حس مثبت داریم، او هم به حس مثبت بگه که من هم پس خوبی های داشتم، پس بهش اینا من میبینن خوبی های منو، من بیشتر کنم خوبی های خود رو خود. و او باعث میشه یک نوجوان از او حلقه معیوب و بدی ها کم کم دور بشه. خب خانم اصلا واقعا دور میشه؟ بله. یا یکی قسم شوه که والدین او هرچی که بدی کرده میره، حالا خب مقتضای طبیعتش است و یکی رفتارهای بالمتقابل والدین هم درست نبوده و این بیشتر تشدید کرده اوضای نوجوانه. خب اینال وقتی که نوجوان همیشه رفتارهای خوب نداره و یک رقم حالت مقابله گرفته با والدین و والدین هم میاین و فقط مثبت‌های او را میبینن و کوشش میکنن که باش که این منفی‌ها را نبینن و مثبت را ببینن، خب این حال نوجوان خب فکر میکنه پس من هیچ بدی ندارم دیگه. بله، متوجه شده سوال ما چه؟ بله متوجه شدم. یعنی فکر میکنه دیگه من بدی در من وجود نداره، من همش خوب هستم دیگه، چی نیاز داره که تغییر در خودم ایجاد کنم؟ نه، این ما بحث یک نوجوان این هست که خودش متوجه میشه، میگه که من یک، چون به یک درجه مثل کودک نیست، یک درجه از عقل و درایت نسبی رسیده که اینو تشخیص بده که من همراه پدرم بد یا مادرم خدای نکرده بد صحبت کردم و اونا رفتار
ملایمت آمیزی همراه ما داشتن، این رو تشخیص میده که من هم باید جبران کنم، یا به مثلا معذرت خواهی کنم، یا به طریقهای مختلفی. پس نوجوانان متوجه رفتارها متوجه هستن. رفتارها کاملا هستن و جالب اینجای به اون نکات ریز هم توجه دارن. وقتی ما فقط ای که مثبت بینی رو میگیم زیاد ترویج بدیم و نکات ریز ذره بینی رو بگیریم، از لحاظ دید روانشناختی هم همین هست، او رو از حلقه منفی دور کنیم خوب. و به حلقه مثبت بکشانیم. یعنی پدر مادر هم عزیز با این راهکار میتونن از منفی کم کم، همه ما توقع نداریم یک باری که اتفاق بیفته چون سخت است، به صورت تدریجی باعث میشه که کم کم به وسیله تعریف کردن و تمجید کردن و بزرگ نشان دادن رفتارهای مثبت او از این دایره او رو خارج کنه. فقط اینو ما میخوایم بیان کنیم. هدف ما هم از صحبت ها همیست که بتونیم نوجوانان ما را از تمام رفتارهای منفی به سمت مثبت ها بکشانیم و یک نوجوان سالم و یک نوجوان بسیار خوب داشته باشیم. تقدیم شما عزیزان یک میان برنامه و بعد از او همچنان ما را همراهی کنید. مژده خدمت شما هموطنان عزیزم در شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ویژه برنامه بنام جان زندگی تقدیم شما عزیزان میشه و امیدوار هستیم که حتما بیننده این برنامه باشه. این برنامه با موضوع جایگاه زن در اسلام و سنت های قبیله ای با دو کارشناس محترم دکتر رضایی و دکتر توکلی تقدیم شما عزیزان میشم. و یادتان باشه که شب ولادت در ساعت 8 شب به جای به وقت بیداری و فردای او روز روز ولادت به جای برنامه روشنا ساعت 1 تقدیم شما عزیزان میشه. عزیزانی که همیشه همراهی داشتن برنامه روشنا را، امروز در رابطه با مدیریت خشم در نوجوانان صحبت میکنیم و راهکارهایی را بیان میکنیم برای شما والدین عزیز، تا اینکه متوجه باشیم که چه قسم و با چه راهکارهایی میتونیم خشم نوجوانان خودمان را کنترل کنیم و مدیریت کنیم و کار کنیم که هیچگاه دچار خشم نشوند. و راهکارهای بسیار خوب را هم بیان کردیم تا با حال، انشالله که بتونیم اینها را در زندگی عمل کنیم و نوجوانان خوبی داشته باشیم و والدین خوب و نوجوانان خوب و فضای گرم خانواده خوبی داشته باشیم. خانم حسن‌زاده، راهکارهایی که برای نوجوانان بیان میکنیم از طریق والدین هست دیگه، درست؟ بله. خب ببینید، این والدین در مقابلشان نوجوان هست و نوجوانی که در یک بحرانی از سن خودش قرار داره که پر از رفتارهایی هست، پر از واکنشهایی هست و این یک حالت فیزیولوژیک بدنش هست. بله. چرا که ما میگیم که در دوره نوجوانی هورمون‌های ترشح میشه که باعث میشه که در اون سن بحرانی شوه اوضای بلوغ نوجوان. بله. خب چه چیزهای دیگری را باید والدین ما در نظر بگیرن در این شرایط حساس بحرانی نوجوانشان که دچار خشم نشن و اگر هم شون بتانن مدیریت کنن ایرا؟ نکته دیگه که میتونیم در مورد همین راهکارهای کنترل خشم نسبت به نوجوانان بیان کنیم این است والدین و با هم هماهنگ باشن. این خیلی تاثیر داره. یعنی پدر یک چیزی به نوجوان نگه، مادر یک چیز دیگه بیان کنه. این پدر و مادر با هم یک چیز رو خوب بدانن و یک چیز رو بد بدانن. این باعث هماهنگی که بین والدین هست باعث میشه که فرزند شاخصه ها رو بهتر تشخیص بده. تکلیف خود به قول چیز بگیم که معروف بهتر بشناسه. و حتی بین بعض وقتا والدین هستن، بعض بچه ها میگه مادرم امروز یک چیز میگه فردا یک چیز دیگه میگه. حتی بین حرفهای و رفتارهای خود خواهم
تناسب نداره به درسته، بعضی از بله والدین. این باعث میشه با وجودی که ما گفتیم هم نکاتی که شما فرمودید، یک نوجوان در خود دو قطبی هست، یک بحث مثلا نمیتونه ناکارآمدی خود خود میبینه، یک بحث او هیجان فعال در خود خود میبینه، اینج پدر و مادر اگر همراه از او نباشن، یعنی باعث بشه که خود اینا پدر و مادر هم دو قطبی باشن، این فرزند راه خود خود درست پیدا نمیکنه، بله. باعث میشه که پرخاشگر و همیشه هم نگران باشه، بلا تکلیف میمونه، اصلا حتی باعث میشه که افسردگی و استراب به سراغ از فرزند بیاد. نکته دیگه که میتونیم بیان کنیم، بعضی از پدر و مادر ها هستن حساس هستن نسبت به چی؟ نسبت به فرزندان خود. خود همیشه میخوان پدر فرزندان از اینا بیاین بره از اینا تمامش، مثلا اگه مکتب رفته بیرون رفته شهر و حال خود خود بیای بیان کنه. اگه این سواله که مثلا بگن کجا بودی و چه کار کردی، از یک فرزند خردسال بپرسن از صبح که آمده بیرون تمام اون نکات ریز بریز بله. بیان میکنه. اصلا نیاز به پرسادن هم ندارن، خودشان که وارد خانه شده شروع میکنن در گپ زدن. احسن. ولی بحث نوجوان دیگه متفاوت میشه، ای همو بحثی که برای خود خود دیگه نمیخواد حریم شخصی داره، میخواد بعضی از چیزها رو فقط فکر میکنه اگه من بعضی از نکته ها رو به پدر و مادر خود بیان کنم فردا برای من درد سر شه، پس بهتره همونا هم نگفت صحبت نکنم. زمانی که روابط پدر و مادر ضعیف باشه، مثلا بین روابط پدر و مادر و فرزند ضعیف باشه، میگه اصلا هیچی نگم بهتر هست. و ای ما میخوایم برای پدر و مادر این رو بیان کنیم، نظارت و کنترل کردن خیلی با هم فرق داره. بعضی از پدر و مادر میگن باید ما سوال کنیم از فرزند خود کجا بودی چی بودی، ولی اگه دیده باشیم فرزندان میان میگن چه خبر، خوبه، تمام، کوتاه‌ترین جملات رو انتخاب میکنه و که مثلا ادامه دار نباشه یا توضیح ندن. بیشتر توضیح گروه نه. همسالان دوست دارن در نوجوانی، بیشتر دوست دارن که با همسن و سالای خودشان صحبت کنن، گفتگو کنن، بیشتر وقت خودشان رو با اونا بگذرانن. خب این شاید حساسیت والدین به طلبه، وقتی میبینن نوجوان فاصله میگیره از خانواده و بیشتر دوستان با همسالان باشن، اینجا والدین نگران میشن، میگه که چی گپ، پس نکنه که خدای نکرده نوجوان من منحرف شوه یا با دوستان. البته حساسیت والدین در این قسمت هم میتونه مهم باشه، درست خانم؟ بله، باید اینجا باید نظارت داشته باشه به صورت غیر مستقیم. اینجا دیگه مثل کودکی نیست که نظارت مستقیم داشته باشه، نظارت پدر و مادر غیر مستقیم باشه، در حد توان این نباشه که از خود بچه همش سوال کنه، سعی کنن این دوستا از این بشناسن، خب این به صورت غیر مستقیم میشه، سعی کنن مکتبی که این بچه میره در نظر داشته باشن، کجا میره، چه نوع معلمایی داره، چه مربیایی به اینا درس میده. اینجا هست که باعث میشه که پدر مادر موفق باشه. اگه پدر و مادر خواسته باشن همه چیز رو از دهان بچه در نوجوانی بشنوم، میگیم کاملا غیر ممکن هست، چون یک نوجوان قضیهش فرق میکنه با یک کودک، بله، چون حریم شخصی براش خیلی مهمه و این کنترل های همیشگی والدین دچار خشم میشه برای نوجوان و باعث میشه که ناراحت بشه. همیشه بگه من چرا تحت نظر باشم، چرا همه چیز رو از من میپرسین. خب پدر مادرم از او بر ممکنه سوال کنه که من پدر مادرتون باید بفهمم که تو چه کار میکنی، کجا میری، خب حقم دارم بدونم، ولی اینها رو خوب نیست به زبان بیارن، همه از راه نامحسوس قسمه نباشه که نوجوان احساس کنه که اینا مرا تعقیب میکنن، اینا مرا زیر نظر دارن، اینا مرا به من اعتماد ندارن. این گپا را اگر نوجوان بفهمد دچار خشم میشه، ناراحت میشه، ولی اگر هم میشه. حساس هستن که بفهمن که نوجوان دوستانش کیا هستن، چه با چه کسایی رفت آمد دارن، در مسیری که میره و میه چطوری هست، به صورت نامحسوس نظارت داشته باشن، درست؟ آله. که دچار خشم نوجوان نشون، که چون اگه پرخاشگر بشه باعث میشه که او فاصله ها دیگه اتفاق بیفته، بله. دیگه او ارتباط بین والدین و فرزندی دیگه با پا بر جا نمیمانه، بله. چون این دلخوری های پیش میایه، حرف هایی که نباید زده میشه بزنه، و از اون طرف اون نوجوان هم اصلا توقع نداره که پدر و مادر از او همچین حرفایی به او بزنن، میگه من کاری نکردم، پدر و مادرم ای گپ زدن و تمام او گپ ها رو در ذهن خود میچینه و آخر میگه
دیگه بهتر این است که من ارتباط خود خود با پدر و مادر خود هر چی کمتر کنم خراب میشه. اصلا چون هر چی روابط من بیشتر باشه سرزنش‌های نسبت به من بیشتر. ما در این قسمت میتونیم سه تا خانواده ها را مثال بزنیم. بعضی خانواده هستن که بسیار سهلگیر هستن. یعنی اصلا براشون متفاوت فرق نمیکنه که نوجوانشون در چه مسیری میره، با کیها رفت و آمد داره، دوستانشون کیها هستن. به صورت آزاد هستن. میگه الان از آباتیش خود بیرون آمد، از دوره کودکی بیرون آمد، اهمیت نداره. هر جا خواست بره، هر کار خواست بکنه. ما از او برم گفتیم یک کودک درست نیه، یک نوجوان شده، ولی هیجاناتی داره و اتفاقاتی ممکنه بر او بیفته. اگر نظارت پدر و مادر نباشه، اگر مشورت های پدر و مادر نباشه، ممکنه به دردسرهای بزرگی در آینده برای او بیفته. والا اگر خانواده هم هست که سختگیر باشن از اون طرف دیگه باز از جهات دیگه دچار مشکلات میشن که باعث میشه که سختگیری هایی بیش از حد نوجوانانی که انجام میشه از طرف والدین باعث شود که کودکان پرخاشگر شود و از هر دو طرف امکان پرخاشگری وجود داره. خانم از بله. سختگیری میکنن، نوجوانان پرخاشگری میکنن، اونجا سهلگیری میکنن، ولی در نهایت میبینن که نوجوانانشان دچار مشکلات شدن، دوستان ناباب یا هر مشکل دیگه ای. او وقت باز شروع میکنن سختگیری را که باز هم با پرخاشگری نوجوانان منجر میشه. پس بهترین راه چی است؟ حد اعتدال. احسن. خانواده هایی که اقتدار دارن، نه سختگیر هستن و نه سهلگیر، در جایی که واقعا لازم میدانن بر فرزندشون کنترل غیر محسوس دارن و در جایی که واقعا میدانن که فرزند برای او اراده و اختیار و ارزش قائل میشن. بله. میگن کار خود خور انجام ده. حتی هم بعضی از کارهایی که مربوط به نوجوان میشه خوب است که والدین عزیز به خود نوجوانان انجام بده. اینجور نباشه که بگن من همراه نوجوان خب باید برم. نه، وقتی میدانن که جای مطمئنی هست و نوجوان کسب تجربه میکنه اجازه دن برن و از اون طرف هم حتما آگاهی های لازم رو به این نوجوان داده باشن. آگاهی بتیم به نوجوانان. بله. آگاهی در همه مورد آگاهی خوب هست، هم از آگاهی به این نوجوان داده بشه از شرایط اجتماع، از شرایط مکتب، از حتی شرایط منزل و حتی میتونیم در مورد همه پرخاشگری عواقب او رو به یک نوجوان بگیم، کاملا این نوجوان متوجه میشه. بهش بگیم که اگر تو همراه خواهر برادرت پرخاشگری کنی یا با پدر و مادر پرخاشگری، این عواقبشه. مثلا بله. براش نام ببری، واقعا این فرزند متوجه میشه و خود خور کنترل میکنه. همین گفتگو کردن در اعضای خانواده نصف مشکلات حل میکنه. زن و شوهر گفتگو کنن، با فرزندان گفتگو داشته باشن، فضای گفتگو و جلسات خانوادگی داشته باشن، اینها باعث میشه که بسیاری از مشکلات حل میشه و حل شده تا به حال. یعنی این تجربه ای رو نشان داده. تشکر خانم حسن زاده. خواهش میکنم. از صحبت هایتان و از حضور گرم بیننده های عزیزی که ما را همراهی کردن سپاسگزار هستیم. لحظه لحظه زندگیتان پر از عطر خوش زندگی باشه. خدا نگهدار. صلوات الله سلام.